دومین روز اسفند ماه برابر با 21 فوریه، روز بین المللی زبان مادری، به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی از طرف یونسکو این روز به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. سال 892 خورشیدی برابر با 1514 میلادی، زادروز شاه طهماسب به یکم، دومین شاه از دودمان صفویان. سال 1055 خورشیدی برابر با 1677 میلادی، درگذشت باروخ اسپینوزا، فیلسوف معروف هلندی که زبانهای قدیمی مانند عبری را فرا گرفت و در سیاست و نقد آیین یهود مهارتی تام یافت. وی معتقد بود که حقیقت وجود یکیست، شر یا بدی فقط در ذهنهای محدود وجود دارد و انسان باید هواهای نفسانی را طرد کند، به نظم بگرود و به حوادث از جنبه ابدیت بنگرد. بزرگترین پیروزی با قوای قهریه به دست نمی آید، بلکه با ایثار و بزرگواری و نجابت روح حاصل می شود. خردمند حقیقی فردی است اجتماعی که به خدمت هم نوعان کمر بسته است و می داند که همه افراد انسانی اطفال مکتب ابدیت هستند. سال 1216 خورشیدی برابر با 1838 میلادی، درگذشت آنتوان آیزاک سیلوستر دو ساسی، بزرگترین خاورشناس فرانسوی که به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و عبری تسلط کامل داشت و با تحقیق در زبان قبطی و کشف رمز خط تصویری یا هیروگلیف موفق شد کتیبه‌های عهد ساسانی را بخواند و به شیخ المستشرقین شهرت بیابد. سال 1230 خورشیدی برابر با 1852 میلادی، درگذشت نیکولای واسیلیویچ گوگول، نویسنده روس و رهبر و پیشاهنگ مکتب ناتورالیسم یا طبیعتگرایی در روسیه که در آن بیشتر به تقلید دقیق و مو به موی طبیعت پرداخته می شود. سال 1276 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، زادروز کورت تانک آلمانی، سازنده هواپیماهای FW-190 و FW-200 و هواپیماهای بلند پرواز TA-152-1. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، محمد ولی خان سپهدار تونکابونی وارد رشت شده و در زمره مشروط خواهان قرار گرفت و سرپرستی انقلابیون گیلان به وی سپرده شد. سال 1294 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، آغاز عملیات 300 روزه وردن در جریان جنگ جهانی اول که نیروهای آلمان به قصد تصرف پاریس به مهمترین مانعی که در راه پیشروی آنها به سوی پاریس قرار داشت، یعنی شهر وردن و استحکامات نظامی اطراف آن، حمله ور شدند. سال 1303 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، زن و شوهری روزنامه نگار به نام جین گرند و هارولد راس هفته نامه نیویورکر را منتشر کردند.